صدایم را میشنوی؟ ببین چطور شوهرت را به درخت میبندیم؟ یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکر شکن شیرین گفتار، توسن خوشخرام سخن را بدین گونه به جولان در آوردند که وقتی غزال برای بیرون کشاندن ماه منیر از پناهگاهش لطف علی را به درختی بست و با صدایی بلند تهدید کرد که پسر لیث را به قتل خواهد رساند، ماه منیر خود را تسلیم کرد. غزال در این اندیشه بود که دختر و داماد حاکم را در قبال دریافت سکه های زر مبادله کند، اما کیاوش از راه رسید و به قصد سر به نیست کردن لطفعلی به غزال پیشنهاد کرد که خود واسطه این مبادله باشد. فقط میماند لطفعلی که میخواهم به نشانه اثبات حسن نیت شما پیش از معاوضه ماه منیر بانو او را به من تحویل دهید. لطفعلی ناامید از نجات خیش، تنها راه را آتش زدن پر سیمرغ یافت. اینگونه لطفعلی و ماه منیر از مهلکه گریختند و بالاخره سوده که می دانست لطفعلی و ماه منیر از مستوران خارج شده و باز نگشته اند، لطفعلی در مقابل دروازه مستوران چشم براه و منتظر ماند. Thank you.
گنج آزادگی و کنج قناعت ملکیست که به شمشیر میسر نشود سلطان را. سیمرغ بود. سیمرغ بود یا جادوی این مردک عطار؟ گریختند. باید به کاتب امارت بگویم جز به جز این واقعه را ثبت کند. فقط خدا رو شکر از دست کیاوش گریختی. کیاوش بیچاره که برای نجات ما خودش را به آب و آتش زد. گویی فراموش کرده ای که ما به دست غزال اسیر بودیم. کیاوش بیچاره؟ بعدن معلوم می شود. باید سر فرصت برایم تعریف کنی که چگونه غزال را به کمند انداخته. غزال اگر به کمند افتد عجب نبود. عجب فتادن مرد است در کمند غزال. انتظار داشتم از من بپرسی چگونه با این همه فراست در دام غزال افتادم، وگرنه اسیر کردن سرکرده یک قبیله وحشی به طوفانی چنین کار مهمی نیست. آری. نباید درباره طبیب و عطار بزرگ شهر چنین میاندیشیدم. راستی سر فرصت باید درباره طوفان نیز با هم صحبت کنیم. بالاخره لطفعلی و ماه منیر بعد از پشت سر گذاشتن ماجراهای نفسگیر وارد مستوران شدند. یعنی کشته شدن سربازانمان در مرز با سیلغاز هم باید به این ماجرا ارتباطی داشته باشد؟ مثل این که هنوز از وخامت احوالات مستوران هیچ خبری نداری سیمینتاج. این مردک عطار و طبیب دروغین جاسوس سیلغاس بود و پادزهر بیماری ماه منیر ما را داشته است. این را صد بار گفتی نوزر. حالا چطور بعد از مدتها آرامش در مرزهای من با سیلغاس باید چنین زد و خوردی پیش بیاید و سربازان من کشته شوند؟ سیمینتاج، سیمینتاج عزیز من، باز که داری حرف خودت را میزنی. مثل روز روشن است. مشته! مشته! برگشتند! کلت بیماری مرا نیز با آتش زدن یکی از این پرها درمان کرده ای. ماجرای پر سیمرغ همان بود که برایت گفتم، اما مهمتر از آن ماهیت کیاوش است که تو نمیخواهی باور کنی. قبول دارم که او به تو حسادت میبرزد، اما مشاور اعظم بدون اجازه پدرم آب هم نمیخورد. نکند منظورت این است که... نه هرگز منظورم این نیست که جناب حاکم خواهان مرگ دامادش باشد. خدا رو شکر این جمله رو بر زبان راندی. کم مانده حمله سیلغاسیارم به پایان بیچاره بنویسی. خدا را چه دیدی؟ شاید جاسوسان کیاوش در مرز سیلغاس جانان دو سربازی بیچاره مستورانی را گرفته باشند. لطفعلی جان، یادت رفرم کردن اسب مرا نیز به گردن از موی باریک‌تر جناب کیاوش بیاندازی. بس است. چگونه صخره سخت باور تو را درباره پاک بودن قاضی عشاقی فرو ریختم؟
میرسد روزی که باطن پلید این مشاور اعظم را بر تو آشکار کنم. وظیفه خودم میدانم. به خاطر بدبینی که به جناب لطفعلی خان داشتم از ایشان عذرخواهی کنم. البته شما تقصیری نداشتید. این حادثه همه ما را به اشتباه انداخته بود. بله. و البته سبب شد تا همه ما دریابیم که ماه منیر خانم چه انتخاب شایسته ای داشتند. بله. به همین خاطر از محضر حضرت حاکم تقاضا مندم اجازه بفرمایید فردا در مستوران به مناسبت نایب الحکومگی جناب لطفعلی خان جشن عمومی اعلام شود. موافقیم. برای مردی که دوبار دختر ما را از مرگ نجات داده است تدارک چنین جشنی لازم است. جسارت مرا ببخشایید جناب حاکم، اما جناب کیاوش یحتمل فراموش کردند که هنوز پیکر پاک دو سرباز مستورانی به خاک سپرده نشده است. هزار سرباز مستورانی فدای خاک پای شما. آخر مگر می شود در پیش چشم مردم عزادار مراسم جشن بپا کرد؟ چرا نمی شود جناب لطفعلی خان؟ ترتیبی می دهیم اجساد سربازان یک روز دیرتر به مستوران برسد. احسنت. این مشاور ما برای هر پرسشی پاسخی جانانه در آستین دارد. به نظرم بهتر است که این بحث را تمام کنیم. نمیخواهیم شادی من را به خاطر مرگ دو رعیت جوان زایل کنیم. میشنوی؟ مردم قدرشناس مستوران حتی پیش از اعلام جارچی اینگونه با این صدای ساز و سرنا ارادت خودشان را به خاندان حکومتی نشان می‌دهند. احسنت. بر این مردم نباید احترام خانواده های اصحادار را نگاه می داشتیم. درست می‌گوید. تو که زیر آب بودی از کجا شنیدی که اعتصام چه می‌گوید؟ من که صدای اعتصام را نشنیدم. که مرد خدا، مگر همین ملا حسین از قول بزرگان دین ما نگفت که تهمت از دروغ بدتر است؟ تو تازه اگر بتوانی تهمتت را اثبات کنی باز هم غیبت کرده ای. چه شده؟ هوادار داماد و حاکم شده ای؟ جواب مرا بده. از میان حرفای ملا حسین فقط آن را که دوست داری میگویی؟ بقیه رو نه؟ این مسلمانی است؟ این انسانیت است؟ این شرط مروت و دوستی است؟ هر کسی را بگویی وصله جاسوسی به او میچسبد الا لطفعلی. من کی تهمت جاسوسی به لطفعلی زدم؟ اصل حرف من این بود. آیا احترام خانواده های دو سرباز کشته شده باید نگاه داشته میشد یا نه؟ امین، حرف شما صحیح است، اما مگر نه اینکه این دو سرباز هم جانشان را در راه عدالت از دست دادند؟ از کی تا حالا پسر لیز شده میزان و مقیاس عدالت رو ما نمیدانستیم؟ از وقتی که مثل شیر شجاعانه به آشیان ظالمان مستوران زد. عجب عجب. هنوز در امارت جای نگرفته؟ هوادارم پیدا کرده. اگر تو هم اهل حق بودی به جای مخالفت با من هم صدا می‌شدی. یعنی باید باور کنم که دیگران هم به بازی می‌گیری؟ بازی نیست. این راهی است که تو از آغاز برایش گلو پاره می‌کردی. به خاطر تو چیزی نمی‌گویم. بابا تمام کنید بحث را. صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. از جلوی عمارت که رد می شدم صدای تار و تنبک می آمد. باز هم بفرمایید که هیچ کاری نکن. نه، شما کار خیش انجام دهید و به حول قوه الهی. جناب ملا حسین، اگر در آینده بدعتی دیگر کردن چه؟ این ملعونهایی که من سخن به لعن و نفرین مگشا، خداوند را خوش نمی آید. پسر لیس را من بهتر از تو می شناسم، باعث خیر خواهد شد، جوری که به نامش خسم بخورن. اگر پسر لیس دست دختر حاکم را نمی گرفت و از مستوران نمی برد، اصلا از کجا معلوم است؟ کسی چه می داند وقتی دختر حاکم به دست این وحشی ها اسیر شده؟ لا اله الا الله، زبان به کام بگیره اعتصام، با به روی مردم بازی نکن. شما به اینها میگویید مردم؟ امارتیان چون مردم لباس میپوشن، چون مردم میخورند مینوشن. اولا آبروی هیچ بنده خدایی را مریض، حتی اگر گناهشان را با چشم دیده باشی. دوما چرا اصرار میورزی افرادی که به زبان مسلمانند را به کفر بکشانی؟ سوما بسیار خوب، بسیار خوب، من اشتباه کردم، هرچی شما بگویی. یا الله، نصرت بفرمایید، بفرمایید، خوش آمدید آی نصرت. یا الله، سلام بانو. سلام، بفرمایید، خوش آمدید. سلام الله حسین. سلام بر نصرت عزیز، خوش آمدید، خوش آمدید. ممنونم، متشکر. من مزاحم نمیشم، فقط آمدم در مورد پسر لی سوالی بپرسم، اگر پاسخم رو بگیرم رفع زحمت میکنم. این چند روزه سوال تو را بارها شنیدم، پاسخ من همان است که گفتم. این لطفعلی که من میشناسم بیراه نمیرود، حمایتش کن. من نیز پاسخ خیش را گرفتم. خدا حافظ. خدا حافظ، خدا حافظ. شک ندارم این آب زیر کای دروی سالوس نصرت. استغفر الله. نصرت، به من با تو سخنی دارم، بیا بنشین، بنشین. آخرین بار به تو درباره زندگی چه گفتم؟ نگفتم باید غم همسر مرحومت را از یاد ببری و دل به زندگی تازه‌ای بدی؟ آره، ولی چه کسی حاضر است با حال و وضع الان من بسازد؟ ناشکری نکن، کرور کرور آدم حسرت زندگی تو را دارند. در آن بارم کافی است که از خدا بخواهی و چشمانت را باز کنی، آن که باید به زندگی تو پای بنهد خودش رو به تو آشکار خواهد کرد. خیالت راحت باشد. درود بر جناب مشاور اعظم. درود بر جناب نایب. جناب کیاوش، به عنوان نایب این امارت میخواهم اولین خواستم را خدمت شما اعلام کنم. بفرمایید. از شما میخواهم بر تعداد گزمه های دروازه مستوران بیافزایید. مشکلی پیش آمده؟ هنوز که خیر، اما حتما شنیده اید که در سالیان نچندان دور سران همین قبیله وحشی ها تعدادی از فرزندان و دختران مستورانی را ربوده و به زور با خود به قبیله بردند. حالا که سران قبایل وحشی ها جرأت ندارند آشکارا پا به مستوران بگذارند. آری، بعد از استقرار حکومت گردنکشی وحشی ها هم کمتر شده. اما به احترام شما و کار بزرگی که برای خاندان نوذر انجام داده اید،
به تعداد نگهبانان دروازه افزوده خواهد شد. جناب نایب، لازم است مطلب مهمی را به اطلاعتان برسانم. بفرمایید. شیوه اداره مستوران اصولی دارد که همه باید به آن اصول پایبند باشیم. صحیح است. منظورتان را نمی‌فهمم. من به عنوان مشاور اعظم باید بدانم علت دستور شما چیست. شما هم بهتر است بدانید اگر فرمانی را بدون مشورت صادر بفرمایید ممکن است در اداره سایر امور این امارت اخلال ایجاد کنید. منظور شما... حرفم تمام نشده بود جناب لطفعلی. به عنوان مثال اگر قرار باشد ما نگهبانان دروازه را افزایش بدهیم باید در این باره به شور بنشینیم، چرا که لازمه چنین کاری کاستن از امنیت جاهای دیگر است. پس خواسته من چی میشه؟ دستور و خواسته شما روی چشمان من جا دارد. فقط قصدم تذکری بود در باب شیوه اداره این امارت. دایی نصرت در غم درخواست کثیف داروغه می سوخت. پای این مرد را ببوسید، شاید از سر تأثیراتتان بگذرد. ببوسید! روانی سر اولین روز نایب الحکومگی مأمور حکومت را چنین خوار نمایید. رواست چشم به ناموس مردم داشته باشید؟ چرا لال شدید؟ شاید برخی با دیدن این صحنه بفهمند و بدانند که دوره جور و ظلم در مستوران به پایان رسیده است. جناب نایب الحکومه، این گزمه مرا وادار کرد که بر صاحب این کاروان سر و سخت بگیرم. نمی شود با یک عذرخواهی ساده از دایی نصرت قائله را خاتمه دهیم؟ تا در حضور همگی ثابت نکنید که از کرده خود پشیمان شده اید، محال است بگذارم پایتان را از اینجا بیرون بگذارید. غلط کردم، خطا کردم، اشتباه کردم. قول میدم از کار خطایی که کردم توبه کنم. خراج اضافه‌ای که از مردم گرفتم به خزانه باز میگردم. خیر، به خزانه اصلی بازگردان. به همین مردم بیچاره‌ای که از ترس سرنیزد از نان شبشان گذشتن تا شکم گنده ای تو سیر شود. چشم. برخیز. اگر بشنوم جای دیگر از کسی خراج اضافه گرفته اید کاری میکنم بقیه عمرتان را در سیاه‌چال بگذرانید. زانو بزن. مرا ببخشید. کافی است. دور شدید. بروید.
دایی نصرت. وقتی پیغام آورد از من خواست که به کاروانسرای دایی نصرت بیایم، در آمدن و نیامدنم شک داشتم، اما الان بسیار خوشحالم که شاهد این حادثه بودم. خرسند خواهم شد در کنار شما باشم. برای بیچنار ببینم چه شده؟ کنان، چه خبر شده؟ دیشب حجره های محلوجی و جمال را به یخما بردن. خودشان کجا هستن؟ از خودشان هم خبری نیست. پسرانشان آنجا بودن. صد بار به این مفلوکی و جهنم جای گفتم برای آخرتتان توشه جمع کنید، توشه جمع نکرد. حالا تو چرا میاد زنها نیستادی؟ من اینجا بودم، زنان آمدن. برو کنار برو. اگر با سود کار دارید اینجا نیست. زیور خانم تو رو به خدا کمکم کنید، عروسم دارد از دست میرود. دایی نصره چه شده؟ دیر میشود، سعید به مستونان رفته، هنوز برنگشته. زنش چه؟ پا به ما هست؟ باشد نگران نباشید، من الان میایم. برخیزید تا من خودم رو بالای سر عروس دایی نصرت میرسنم، شما اسباب کار را بیاورید. برویم. فدای سرتون، ناراحت نباشید. اینها که باید بالاخره شکسته میشدن. دلت نشکنه. مسرور خواهیم شد به قدوم مبارک خلف الصدق حضرت حاکم عالی. قدر مستوران جناب نوذر بزرگ. ندیدم چون تو دیگر نامداری، در آویزد به یک لشکر سواری. مبه. امروز مفتخر به دیدار روی قبله عالم شده ایم تا ایشان در ادامه رسم وفای به عهد درس دیگری به چاکران خود بیاموزند. بگو بنوازم. Ha ha ha.
مستحضرید که جناب لطفعلی خان به سمت نایب الحکومگی مستوران منصوب شدند. این حکم در این مجلس تنفیذ می شود و پس از تنفیذ حکم جناب لطفعلی حکم حضرت نوذر است. درود بر جناب لطفعلی، درود بر نایب الحکومه. تعداد گزمه‌های مقابل در عمارت را کم کردی؟ آری، نایب اگر عقل به سر داشته باشد با کم شدن گزمه‌های عمارت باید بفهمد که اینجا کسی به حرفش تره هم خورد نمی کند. صد دفعه مامای مستورانی گفت که ماه آخر را باید در مستوران باشیم، اما شما گوش ندادید. فرزندم از دست رفت، همسرم از دست رفت. سعید این چه حرفیست؟ چه کنم؟ صبر داشته باش پسرم. خدا را شکر. چشمتان روشن، قدمش مبارک. ماشالله حال مادرش هم خوب است. ماشالله خدا شکرت. دیدی؟ خدا رحم کرد من اینجا بودم، جان بچه و مادرش در خطر بود. چرا ایستاده اید و بر رو بر من رو نگاه میکنی؟ چه کنم خاتون؟ شما بفرمایید. خاتون؟ اسم من زیور است. چشم، چشم زیور بانو، چشم. اینک زمان تنفیذ حکم نایب الحکومگی جناب لطفعلی خان و تجدید بیعت ایشان با ملکه آینده مستوران ماه منیر خانوم فرا رسیده است. با توجه به کسالت مختصری که حضرت حاکم دارند، به یمن این لحظه مبارک جسارت کرده از ایشان می‌خواهیم ردای نایب الحکومگی را بر روی دوش داماد خود بیاندازند. ما خوبیم، ما خوبیم. قربانت کردم، زیاده روی فرموده اید. نگران نباشید، فقط ردا را روی دوش جناب لطفعلی بیاندازید، بازگردید روی تخت مبارک بنشینید تا من مجلس را تمام کنم. بفرمایید. بیا. باران نم نم میبارد، هیچ چیزی، هیچ، تأکید میکنم هیچ چیزی اندازه ی
گردو بازی نمی‌چسبد. البته منظور حضرت حاکم اشاره ظریفی است به منجنیق و فلاخن و دشکوب. حضرت حاکم، می‌دانیم که سختی کارهای امارت خواب و خوراک از شما رو بوده و نیاز به استراحت دارید، اما پیش از رفتن تمنا داریم چاکران خود را به جمله دیگر دعوت بفرمایید، حتی اگر شده دعای خیری در حق حجره دارید. از فردا مردم اجره هایشان را با طلوع ماه باز کنند. شنیدید چی گفته ایم؟ از فردا همه مردم حجره هایشان را با طلوع ماه باز می کنند. همه مرخصین. وقتی برادرت مرد ندیدم این غذاری کنی. آن تو کاسب دوز از او عزیزتر بودند. دوست خوب میتواند جای برادر را بگیرد. نباید جمال و محلوجی را میکشتی. این آخرین بار است که میگویم. دوباره بپرسی با خنجر پاسخت را میدهم. آن دو خروس بی‌محل می‌خواستند هر طور که شده بیایند داخل زرگری تو. دلسوز من بودن. هرچه بود تمام شد. البته اهل قبیله هم با مرگشان به نوایی رسیدند. سگ‌های قبیله هم با جسدشان تیلی از عزا در آوردند. پس جسدشان رو هم می‌خواهم همه مستورانی ها را سردرگم کنم. به زودی ثروت بازاریان مستوران به خانه اهل قبیله سرازیر خواهد شد. دیر نیست زمانی که جای مستوران و قبیله عوض شود. آی محلوجی جمال، بدبخت، به حال خودت گریه کن. مردی که نتواند از عهده دخترش را ور شوهرش را کم گندهش براید، باید به حال خودش زار بزند. این چه روزگاریست، چه انسانهایی. اگر جناب حاکم فرمانشان را تکرار نمی کردند، اما چه کنی؟ حضرت حاکم در حضور خواب بودی؟ نشنیدی؟ حاکم گفت با طلوع ماه
مستی در ما حالتی ایجاد کرد که ماه را در این شعله شمع ببینید. قربانتان گردم، این مسئله را نباید سهل دانست. چرا عامه مردم باید فکر کنند مقام منیع حاکم اشتباه می‌فرمایند؟ یابش، شاید در بین ما کسی مانند هدایت باشد که کم سواد یا بی سواد باشد. حرفت را واضح تر بیان کن. قربانتان گردم، از کی ما کم سواد شدیم؟ منیع معانی دیگری هم دارد، مثل با عزت، بزرگوار، قوی، بلند. کافی است یا باز هم اصل حرفت را بگو. عرض می کردم که مردم نباید بفهمند که حضرت حاکم اشتباه هم می کنند. از حکم حضرت حاکم نباید عقب نشینی کرد، برعکس باید آن را به فال نیک هم گرفت و از چنین موقعیتی برای اعمال قدرت حاکمیت سود جست. جناب نایب الحکومه مسئول تثبیت سخنان حکیمانه حضرت حاکم هستند. حالا چرا جناب نایب الحکومه مسئول این کار باشند؟ یکی خرابکاری کرده، دیگری جورش رو بکشد؟ شیطانک، تو اگر این زبان را نداشتی چه می کردی؟ بالاخره جناب نایب الحکومه ما باید راه و رسم مملکت داری بیاموزند یا نه؟ نوزر مسکرات کوف کرده بود، تو کجا بودی؟ متاسفانه تمام فکرم درگیر کاروان سرا و دای نصرت بود. شنیدم چه دست و گلی با آب دادی. بخواهی در امارت بمانی، سخت‌تر از این بقای در انتظارت خواهد بود. فقط ماندم چرا پذیرفتی؟ گفتم که وقتی کیاوش دام را پهن کرد، تمام احساساتم درگیر دای نصرت و کاروان سرا بود. خوشحال از اینکه ظالمی را بر سر جایش نشاندم و مسرور از اینکه حق مظلومی را به او بازگرداندم. و البته داشتن احساس قدرت. یعنی به خاطر همین بود که از یاد بردی با چه سیاسی روبرو هستی و کلا سرت رفت؟ آری باید اعتراف این نان تلخ را مشاور اعظم در دامانت گذاشته بود. خوب است، خدا رو شکر لااقل این را میفهمی. هدایت، حرف دهانت را بفهم. اکنون در حضور نایب الحکومه امارت ایستاده ای. هر کسی میخواهی باش. اربابت به من صلت میدهد که با تیغ زبانم مانع اشتباه او شوم. بسیار خوب، حال بگو حاضری کمکم کنی تا مکر این کیاوش را به خودش بازگردانیم. بازگردانیم؟ باز به رویت خندیدم، مرا با قوم و خویش خود اشتباه گرفته ای. اگر گوشایت را خوب باز کنی به تو خواهم گفت که چطور گوشمالی خوبی به این مشاور بیوجدان بدهی. نه تو گوش کن که چگونه میخواهم دماغ این کیاوش سیاس را به خاک بمالم. جناب نوزر بزرگ، من بعد ما هر سپیددم از مشرق طلوع می کند.
اجرای این فرمان و مجازات خاطیان به عهده شخص نایب الحکومه خواهد بود. میبینی؟ عجبا عجبا، ما به استقبال نعش سربازانی میرویم که در جنگ با سلیقاسیا کشته شدن. اون وقت اماراتی ها به چه فکر میکنن؟ تا بوده همین بوده. اصلا به ما چه ارتباطی دارن؟ چگونه ارتباط ندارن؟ دیگر صبرم تمام شده. به نزد ملا حسین میرم ببینم آیا هنوز هم سکوت اختیار میکنن. طبق دستور واجب الاحترام. صبر کن صبر کن. ها ملا حسین، تکلیف پسر لیس را معلوم نکند بر نمی کردم. در هوایت بیقرارم روز و شب، سر ز پایت بر ندارم روز و شب. روز و شب را همچو خواب مجنون کنم، روز و شب را کی گذارم روز و شب. جان و دل از عاشقان میخواستم، جان و دل را میسپارم روز و شب. تا نیابم آنچه در مغز من است، یک زمانی سر نخارم روز و شب. جان روز و جان شب جان تو، انتظاره انتظاره روز و شب. کشته مهر جانم تشنه است، زبر دیده عشق بارم روز و شب. تا به نکشایی به قلبت روزم، تا قیامت روز دارم روز و شب. ای مهار عاشقان در دست تو، در میان این قطار روز و شب. زان شبی که بعد کردی روز وز، روز و شب را می شماره روز و شب. تا نیابه آنچه در مغز من یک زمانی سر نخوره روز و شب. جان روز و جان شب جان تو، انتظاره